با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان همچون همه جمعه شبها در قیاب روزنامه های امروز جمعه بیننده ی برنامه شامگاهی صفحه یک هستید که کاوشی دارد بر کرانه های شهر شبکه ها و جستاری بر جهان بیمرز مجازی تا بازخانی سرفصل اهم مطالب منتخب و برگزیده ی امشب با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت کماکان تحلیل ها حول و حوش مسائل هسته همینطور حضور نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در عراق و واکنش های تحلیلی به این مقوله که چگونگی همکاری احتمالی و زمینی آمریکا و جمهوری اسلامی رو به ذهن بسیاری از تحلیلگران تبادر کرده بود باستا به اظهارات یک استاد دانشگاه جامعه شناسی در تهران حل و حش های یک تشعی جنازه زندهات پاشایی هنرمند پاپخان ایرانی و همینطور بازداشت چند ساعته نسرین ستوده و همسرشون در بزرگراهی در تهران مهمترین مطالب و عناوینی بودن که در رسانه های سایبری باستا به بیشمار داشت همینک ادامه میدهیم با سایر مطالب همچون بیشتر جمعه شبها می این برنامه امشب رو با برگزیده نوشتاری تحلیلی از رسانه های معتبر بین الملل. موضوع حضور نیروهای جمهوری اسلامی در عراق و خبرهای زد و نقیزی از همکاری اجباری و احتمالی آمریکا و ایران همچنان مرتوجه رسانه های جهانی و کارشناسان عرصه سیاست و رسانه بوده است. در این میان روزنامه فرانسوی زبان لوپوان در نوشتاری با عنوان ایران بهترین متحد ایالات متحده در عراق به شرح این رویداد با زوایای مختلف نگاه می کرد و می پرداخت. نویسنده با اشاره به اعلام مقامات نظامی آمریکایی از حضور و مشارکت جمهوری اسلامی در بمباران علیه مراکز داعش در عراق معتقد بود اگر این حملات تایید شوند ایران سیزدهمین کشوری خواهد بود که به سازمان جهادگرایان در عراق یا سوریه حمله کرده است از منظر نویسنده لوپوان مشکل اینجاست که جمهوری اسلامی جزو در واقع جزو اعلام شده نیروهای اعتلاف بین المللی که توسط آمریکا در ماه سپتامبر شکل گرفته بود نیست به ویژه به دلیل اینکه به زم نویسنده البته عربستان سعودی رقیب بزرگ سنی منطقه نمیخواست که ایران شیعی رو در اردوگاه غرب برای مبارزه ببیند. نویسنده این روزنامه فرانسوی زبان با اشاره به سناریوی مشابه سوریه نتیجه میگیره در واقع اگر عملیات نظامی یک ائتلاف بین المللی است آنچه مربوط به نیروهای غیر عراقی می شود به طور قطع آمریکایی ها هستند که جنگ هوایی را انجام میدهند و ایرانی ها جنگ زمینی را که اشاره غیر مستقیم داره به حضور قاسم سلیمانی هنوز هم با این حال به طور عمیقی آن یکی به دیگری بی اعتماد است این دو طرف فرصت داشتند تا درباره پرونده عراقی ها بحث کنند به خصوص در زمانی که دیدارهای دو شان در حاشیه مذاکرات اتمی ایران چند برابر شده است برنامه رو پی میگیریم با سایر مطالب ماجراهای جدال فقیهانه برادر رهبری ایران با هاشمی رفسنجانی و بروز نزاهای مستمر برای کسب قدرت میان این دو رقیب دیرین سپهر سیاست ایران پس از استقرار نظام فقها ها موج گسترده ای در رسانه های سایبری و شبکه های مجازی داشته است مجله رمز عبور در نخستین بار در گفتگوی بسیار جنجالی با برادر خامنه ای نکات نهانی از روابط این دو یار قدیمی ایان می ساخت. نشریه رمز عبور در هفتمین شماره خود که گفتگوی با سید محمد خامن ای انجام داده بود نخست از شرایط شاهانه این شخصیت نزدیک به آستان بیت رهبری با زبانی توصیفی مینوشت تپه های سرسبز عباس آباد و دفتر بنیاد حکمت اسلامی صدر را فضای خوبی برای یک گفتگوی آرام با آیت سید محمد خامنه ای می ساخت اما پس از چند دقیقه گفتگو دریافتیم که در حال تجربه یکی از جنجالی ترین مصاحبه هایمان هستیم اما مهمترین بخش این گفتگوها که منجر به باستاب وسی در میان رسانه های سایبری گردیده بود همانا پرده برداشتن از نزاهای های زیرزمینی است از جمله به نقل از برادر رهبر ایران می نوشت سه دهه است که آمریکایی ها دارند روی هاشمی رفسنجانی کار می کنند افشای ماجرای مکفارلین رقابت باند هاشمی و منتظری برای تماس با آمریکایی ها بود و باند هاشمی این تلاش ها را با هدف مدیریت ایران پس از خمینی انجام میداد. اتهامی بس بزرگ که از زبان برادر رهبری اعلام شد ایشان هاشمی را متهم کرده که ماجرای مکفاردین را ماستمالی کرده تلاش کرده به آیت الله خمینی گزارش دروغ بدهد و تلویحا در واقع میگفت که هاشمی خمینی را فریب داد و به همین جرم باید بازداشت می شود. او همچنین رئیس جمهور شدن رفسنجانی را مقدم سازی باند او برای رهبر شدن هاشمی دانست و می گفت برخی تلاش ها با هوشیاری شخص علی خامنه ای خونسا شد. ایشان رأی مجلس خبرگان رهبری برای تعیین برادرش به عنوان رهبر را ناشی از عنایت الهی میدانست و میگفت با این رأی آرزوی دیرینه هاشمی رفسنجانی برای رهبر شدن برباد رفت. محمد خامنه‌ای در اتهاماتی دیگر به رقابت منتظری و هاشمی برای رهبر شدن پس از خمینی می و میگفت طیف هاشمی با وسائطی مؤثر منتظری را به وسیله آیت الله خمینی از قائم مقامی از و بیت او را زیر نظر قرار دادند ایشان همچنین حمایت هاشمی از نخست وزیر ماندن میر موسوی و پذیرش قطنامه 598 را از دیگر گناهان هاشمی دانست و میگفت در سالهای اخیر هم مجموعه حوادث پس از 88 و روابط هاشمی و عربستان سعودی ها به زمه وی همه قرائن و دلائل عقل پسند بر وجود روابط پنهانی و اصرار آمریکا بر به قدرت رساندن رفسنجانی است ایشان اردیبهشت سال 92 نیز در گفتگویی با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفته بود حاصل جمع نظرات و های طراحان و اتاق فکر آمریکا و مشاوران داخلی آنها که به زمه سردمداران فتنه سال 88 بودند این شده که هاشمی کاندیدای انتخابات شود و رفسنجانی بهترین فرد برای توطعه آمریکا علیه نظام است از منظر برادر رهبری ایران آمریکا همواره بیش از یک گزینه و نامزد رو در نظر میگیرد و مستقلا و بدون اطلاع دیگری روی او مطالعه می کند مجموعه از اتهامات واهی بدون مستند البته ایشان می گفت همانطور که امروز هم یکی از دلایل وقوع سفر مکفارلین به ایران و مهمان هاشمی شدن او و بعد از آن افشایان توسط بیت منتظری همین رقابت پنهانی بیت منتظری و هواشی هاشمی بر سر تماس و معامله و حتی قرارداد با آمریکا و اقمار او بود جالب بود چون این اظهارات تند و افشاگرانه ای، یکی از کم نظیرترین حمله و تهاجم به هاشمی رفسنجانی از سوی نزدیکترین منصوبین آیتالله الله خامنه است که حکایتگر موج جدالهای های درونی در اون سازمانی در ارکان نظام فقه هاست ادامه میدهیم بحران سقوط نفت و طبعات و چالش های پیش روی نظام از جمله موضوعاتی است که متوجه زیاد روزنامه‌نگاران و تحلیلگران امور ایران قرار گرفته بود در این میان حسن دایی از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی امور ایران در پایگاه و سامانه خبری سیاسی گویا نیوز مطلبی منتشر کرده بود و معتقد بود ادامه تحریم ها و سقوط قیمت نفت اقتصاد ایران را به ورشکستگی کامل می کشاند و سه چالش عمده رژیم رو نیز عمیقتر خواهد کرد به زمین نویسنده این یادداشت نارضایتی مردم فقیر و تحت سرکوب ایران افزایش یافته و مهار آن دشوارتر می شود قدرت رژیم در بکارگیری اهرام نفت و گاز البته و استفاده از لابی های نفتی برای چانهزنی در مذاکرات هسته کاهش مییابد و رژیم قدرت پرداخت هزینه سرسامآور سیاست های منطقه و دخالت نظامی در لبنان سوریه و عراق رو از دست خواهد داد که این بخش اشاره به دیپلماسی منطقه جمهوری اسلامی است که ضعیف خواهد شد نویسنده در پایان نیز نتیجه می سقوط بهای نفت و چالش نظام ادامه تحریم های بین و همراه سقوط قیمت نفت آثار مخرب و گستردهی بر اقتصاد ورشکسته کشور و موقعیت لرزان داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی خواهد داشت و ادامه وضعیت کنونی به زمین نویسنده یعنی تحریم و نفت ارزان اقتصاد ایران رو تا دو سال دیگر به زانو در خواهد آورد و به ورشکستگی مطلق خواهد کشند. این چشمانداز تیره و تاریک از منظر حسن دایی نویسنده ای نوشتار چالش های مرگبار جمهوری اسلامی را عمیقتر و چارجویی برای حل آنها را نیز دشوار می کند نارضایتی رو به انفجار مردم ایران پرونده هسته و چالش های منطقی به ویژه در عراق و سوریه سه چالش اصلی رژیم و تهدیدی برای بقای نظام از سوی این نویسنده اشاره شده بود. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با مروری بر نمونه از تجارب موفق در عرصه جهانی از سوی ایرانیان دوردست نشین در جهان برون مرز داستان پردیس ثابتی بانوی ایرانی در تبعید که افتخار آفرین عرصه جهانی شده است پردیس ثابتی محقق برجسته ابولا. بر اساس این گزارش نیویورک تایمز منتشر کرده بود گروه تحقیقاتی ابولا و لاسا به سرپرستی پردیس ثابتی میخواهد بداند که این ویروس ها چگونه موجوداتی هستند آیا وقتی انسانها انسان ها را آلوده میکنند تغییر شکل میدهند آیا برخی از آنها تر از سایرین هستند بر اساس گزارش مجله معتبر نیویورک تایمز لاسا اون هم که به مصابه ابولا ای یک ویروس هست میتواند پیامدهای مرگباری داشته باشد و برخلاف ابولا مغز را نیز افونی می کند علاقه دکتر ثابتی به لاسا به هفت سال پیش برمیگردد پیش از آن که ابولا به یک بیماری فراگیر تبدیل شود و هزینه های دانش تعیین توالی ژنتیکی تا این حد پایین بیاید و سرعتش تا این اندازه بالا برود ثابتی تصمیم گرفته بود توالی های دی ای آدم های گوناگون رو از سراسر دنیا بررسی کند به گفته پردیس ثابتی کار گروه تحقیقی زیر نظر وی به گسترش روش های تشخیص بیماری ها و نیز واکسن ها و درمان های گوناگون کمک می کند. پی میگیریم برنامه امشب رو با بررسی سامانه های سایبری و وبسایت های خبری در استان ایران موج فزاینده کربلا و کوشش نظامیان برای حضور در عراق و اماکن مذهبی مورد احترام شیعیان وارد فاز عملیاتی تازه شده است در تازه ترین اظهار نظر مقامات نظامی سپاه سردار محمد باغرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خواهان اتصال مترو تهران به کربلا شد و گفت که این پروژه باید در دستور کار دولتهای ایران و عراق قرار گیرد به گزارش سایت رصد رودسر سردار محمد باغرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که به رودسر سفر کرد روز پنجشنبه یعنی دیروز گفت که با توجه به امن شدن اماکن زیارتی در عراق هر روزه بر آمار زائرین افزوده می شود و با اجرای طرح متروی تهران به نجف و کربلا می توان در تسهیل شدن این کار نقشه به سزایی ایفا کرد. محمد باقرزاده همچنین فضای ایجاد شده در اربعین رو و سفر چند صد هزار تن از ایرانیان به عراق برای شرکت در مراسم رو ناشی از فضای فقهی توصیف می و می گفت فضای معنوی، فرهنگی و فقهی امروز پیام سیاسی کوبندهی برای دشمنان اسلام داشته است. و با این رویداد کوتاه وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسد. تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و ورق تازهی از برنامه صفحه یک در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرویم